نخستین روز نشست دوحه قطر در مورد افغانستان با میزبانی سازمان ملل پشت درهای بسته برگزار شد. هنوز اطلاعات دقیق و رسمی از روز نخست این نشست بیرون داده نشده و قرار است امروز و در ختم این نشست دو روزه بیانیه‌ای در مورد نتایج آن با حضور دبیر کل سازمان ملل متحد طی کنفرانس مطبوعاتی ارائه شود. در نشست دوحه نمایندگان 19 کشور از جمله اعضای دائمی دایمی این سازمان نماینده سازمان همکاری کشورهای اسلامی سازمان شانگهای و نماینده تادی اروپا شرکت کردند هرچند سخنگوی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که این نشست در مورد به رسمیت شناختن بین المللی حکومت طالبان نخواهد بود اما پیشتر امین محمد معاون دبیر کل این سازمان در اظهاراتی درباره احتمال بحث درباره به رسمیت شناختن طالبان در این نشست صحبت کرده بود این اظهارات با موجی از واکنش ها و محکومیت ها از سوی فعالان و مدافعان حقوق بشر روبرو شد طی دو روز گذشته در بیش از پنجاه کشور جهان تظاهرات و تجمعات فعالان مدنی و حقوق بشر در اعتراض به احتمال گفتگو درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان در نشست دوه راه اندازی شد